در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع، آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی دامظله که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سوالهایی که جمعه 22 ذی‌الحجه 1443 از معظم الله پرسیده شد، درباره حکم نگاه کردن به عکس زن نامحرم بود. پاسخ آیت الله العظما شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. قرآن کریم فرموده که قلب بصر بشه، یعنی چشو پایین بندازه، یعنی نگاه نکنه. در روایات داره فقها فتوا دادن، یعنی عمل کردن، که اگر ضرورت شد نظر حرام در آب نگاه کنه یا در آینه نگاه کنه. عکس مثل آب و آینه میمونه. اگر بنا شد به خاطر ضرورت جایز باشه تو آب و آینه، که ظاهرش اینه که اگه ضرورت نباشه تو آب و آینه هم جایز نیست. وقت عکس یعنی خصوصیت نداره، نه آب نه آینه. وقت عکس هم همین حکم داره. یک، وجه علمیش رو عرض میکنه. دو، اینکه اگر گفته شد به یه چیزی نگاه نکن، عکس اون هم از نظر عرفی حکمن مثل همون نگاه کردن به خود اون شیئه. بنابراین قاعدش اینه که جایز نباشه. وقت فرق نمی کنه بشنسه یا نشنسه. چون آدم اگه بنا شد رو این دوتا جهت که عرض شد، دو وجه، اگر بناشد جایز نباشه، در خود شخص بشنسه و نشنسه فرق نمی کنه. وقت الکلام و الکلام به نظر می رسه که عکس هم همون حکم دار. در نشست علمی جمعه 22 ذی‌الحجه همچنین سوالهای مختلف دیگری درباره حکم شخصی که از میت پولی نزدش امانت است و می‌داند که میت حج واجب به گردن داشته و علم دارد که اگر پول را به ورثه بدهد برای میت حج نمی‌روند، حکم گوشتی که نمی‌دانیم ذبح شرعی شده یا نه، روایات تحلیل خمس درباره شیعه‌ای که خمس نمی‌دهد، حکم شخصی که در نماز به شکل صحیح عمل نکرده و پس از نماز مشخص شود درست عمل کرده پرسیده شد، که آیت الله العظما شیرازی دامظله به یکایک سوالها با سعی صدر پاسخ دادند. لازم به ذکر است تنها محفل علمی که افراد مختلف با افکار و عقاید متفاوت در آن بدون کمترین دغدغه‌ای انواع سوال‌های خود را از بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی دامظله می‌پرسند و پاسخ علمی دریافت می‌کنند، به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان انقلاب، کوچه 6، رأس ساعت 12:15 به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت زنده از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده نشست علمی باشید.